همسر آقای محمد نوریزاد در تهران الان به من خبر دادن ارتباط ما برقرار شد، روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما سرکار خانم ملکی عزیز. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. آخرین وضعیت آقای نوریزاد رو ما متاسفانه در جریانش نیستیم و هیچ خبری نداریم. آخرین اخبار ما این بوده که ایشون تصمیم گرفتن از روز شنبه که اعتصاب خوش داشته باشن، نه آبی نه غذایی، تا به مسائلی که ایشون طرح کردن و از جمله اعتراضشون به دادگاه نمایشی بوده پاسخ داده بشه. و تا روز سه شنبه هم گفتن که، یعنی تا روز عاشورا گفتن که جنازه من بر دست عاشورایی ها در حرکت خواهد بود و مصمم هستن بر این قضیه. یعنی متاسفانه ما الان هیچ راه ارتباطی هم با ایشون نداریم، نمیدونیم ایشون در چه وضعیتی به سر میبره. نه وکیلی، نه کسانی، هیچ کس؟ نه خیر، هیچ کس. یعنی از صحبت ایشون که بیرون از زندان نه درس پیدا کرده و منعکس شده که گفتن و شما هم اشاره فرمودید جنازه‌ام را بر سرشان میکوبم. سر کیا؟ بله بله. منظورشون کی هست شما؟ منظورشون کسانی هستش که عدالت رو رعایت نمی کنند، کسانی هستش که واقعا عدالت رو به بازی گرفتن و توجه نمی کنند به حقایق و اینکه خواستار این باشن که واقعا عدالت برقرار بشه تو این کشور. من فکر می کنم که منظورشون این بوده. شما به عنوان همسر آقای نوریزاد، ببینید ایشون مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران بودن و سمت‌های دیگه ای داشتن و و همه رو رها کردن و سر از زندان و شکنجه در آوردن. چرا؟ بله، من این رو خدمتون بگم که آقای نوریزاد هیچ سمتی نداشتن جز کارمند جهاد، هیچ سمتی نداشتن، نه مشاور رهبر بودن و نه مشاور کسی دیگه. ایشون گهگاهی مقالات به کیهان ارائه می دادن و کارهای مستند ساختن و چندین فیلم سینمایی و سریال و مشاوره به هیچ کس نمی دادن. چرا؟ خدمت ایشون می رسیدن، مسائل رو طرح می کردن، ولی به عنوان رسمی ایشون هیچ سمتی نداشتن الا کارمند جهاد بودن و هیچ علقه و وابستگی به هیچ مقام و موقعیتی نداشتند. ایشون اگر در کنار رهبری قرار گرفتن، اگر در کنار انقلاب قرار گرفتن، صرفا به خاطر اون اهدافی بود که انقلاب دنبال میکرده، صرفا به خاطر ارزش‌های والایی که در دین ما نهفته است. برای طرح اینها و برای اجرای اینها همیشه در مناطق محروم خدمت کردن و همیشه هم نیتشون بوده که بتونن برای مردمشون قدم بردارن و متاسفانه تو انتخابات اخیر شرایطی پیش آمد که ایشون این حس رو کردن که عدالت اجرا نمیشه و به مردم ظلم میشه و به حرف مردم توجه نمیشه. ایشون آمدن در کنار مردم قرار گرفتن، چنان که قبلا هم در کنار مردم بودن. من پوزش میخوام اگر سمتهایی رو گفتم چون نقل شده بود و همین بیشتر هم نشونه با رهبر. نه نه، ایرادی نداره، من فقط برای شفافسازی خدمتون گفتم. خب از صحبت ایشون برمیاد که آماده هستن حتی اعتصاب غذاشون ادامه بدن تا سرحد رفتن به جهان باقی و گذشتن از این دنیا. شما خانوادهشون، همسرشون و فرزندانشون آماده چون این موضوعی هستید، این حق رو به آقای نوریزاد میدید؟ اگر مایلید بله، پاسو بله، بله بله، ما کاملا مثلا هم نیتمون این بوده از ابتدای انقلاب و هم هدفمون بوده که و آرزومون این هستش که در راه احقاق حق، چرا که این ایام وابسته به امام حسین علیه السلام هست و به حضرت زینب علیه السلام هست، ما افتخار میکنیم که در این راه قدم برداریم و واقعا بتونیم دنبال روی اونها باشیم. و اگر آقای نوریزاد و امثال هم در این راه قدم بردارن، ما با جان و دل حمایتشون میکنیم. چه میخواد آقای نوریزاد؟ به طور آقای نوریزاد به دنبال همون اهداف اولیه انقلاب که آزادی بوده، عدالت بوده، یکی شدن بوده، وحدت نظر، وحدت فکر، وحدت عمل، این خاصه همه ملت بوده و الان احساس میکنن دستشون تهیه و این بزرگترین صدمیه که ما دیدیم. ما بیشترین ناراحتیمون از این هستش که
چرا ما نباید به این اهداف والای انسانی دست پیدا کنیم و اهداف والای اسلامی که به جای خود، و این تأسف ما رو برمی انگیزه و ما ناراحتیمون بیشتر از این هست. و اگر هم هر آسیبی ببینیم از این که بخوایم این مسائل احقاق پیدا کنه مشکلی نداریم. سرکار خانم ملکی، ببینید قبل از انتخابات هم نقض حقوق مردم می شود، همه این اتفاقات می افتاد. آیا آقای نوریزاد در خلوتشون، دست کم با شما، در خونشون، در این موارد اعتراضاتی داشتن یا در همین زمینه ها کسانی اعدام می شدن، شکنجه می شدن، در زندان ها بهشون تجاوز می شد؟ تو یه سالهای پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این زمینه چه نظری داشتن؟ ایشون ببینید، من این مسئله که طرح میکنم فکر میکنم در همه اقشار میتونه مصداق داشته باشه. اینکه واقعا آدم در چه فضایی قرار بگیره، در چه جوی قرار بگیره که بتونه درست قضاوت کنه، این خیلی امر مهمیه. و شرایطی که افراد جامعه ما متاسفانه قرار گرفتن و جناح بندی های مختلفی که صورت گرفته، رو قضاوت های اینها بی تأثیر نبوده. وقتی فضا رو برای خودشون بازتر کردن، به قضاوت های درستری دست پیدا کردن. آقای نوریزاد هم مثل سایر مردم وقتی فضای بزرگتری رو برای خودشون به وجود آوردن، لاجرم قضاوت هاشون هم وسعت پیدا کرد تا جایی که تونستن متوجه خیلی مسائل بشن، چنان که متوجه بودن، منتها بنابر مصلحت احساس میکردن که خب حالا این نیز بگذارد، حالا درست میشه، حالا مسائل شاید مثلا این کار به صلاحه، چنان که خیلی از به قول معروف دوستان این اعتقاد رو دارند. به همین دلیل ایشون هم وقتی فضاش گسترش پیدا کرد، تونستم به یه قضاوت بهتری دست پیدا کنم. خانم ملکی، شما به عنوان یک بانوی ایرانی مسلمان که همسرشون در زندان هست، شکنجه شده، در دادگاه مورد اهانت قرار گرفته، انتظار و توقع شما از روحانیت چی هست؟ چه کنید؟ چه باید بکنید در مورد آقای نوریزاد و بقیه؟ بفرمایید. بله، من خواسته تمام خانواده های زندانیان سیاسی، اصلا خواسته تمام مردم ایران، من فکر میکنم این هستش که ما همه باید یک دل بشیم. اگر به فکر مملکت و کشورمون هستیم، همه باید یک دل بشیم، یک نظر بشیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم این مملکت رو از این وضعیتی که گرفته شده بیرون بیاریم. تا وقتی که حرف یکی نباشه، عمل یکی نباشه، ما به نتیجه نخواهیم رسید، چه روحانیت باشه چه غیر روحانی. این نظر بنده است. شما احساس میکنید که همسرتون در زندان امنیت داره؟ آیا این خطر رو احساس نمیکنید یا نگران نیستید مثل بسیاری دیگه در زندان پیش از اینکه به هدفش برسه سر به نیست بشه؟ امید رضا میرسیافی یا بقیه؟ نه، ما امیدمون به خداست و هیچ نگران هیچی نیستیم، چون خدا رو داریم. و من فکر میکنم که ما وقتی خدا رو داریم چیزی کم نداریم. اگر خدا رو نداشته باشیم هیچی نداریم، چنان که این اتفاق متاسفانه در جامعه ما افتاده، در خود ماها اغلب افتاده. چون خدا رو باور نمی کنیم، حضور خدا رو حس نمی کنیم، به همین دلیل نگران می شیم، می ترسیم. حافظ همه ما در بدترین شرایط خداونده، چنان که ما مصداق‌های بسیاری داریم در آیات الهی که حضرت ابراهیم در گلستان، در آتش برای ایشون گلستان شد، چون ایشون به خدا اعتقاد داشت، باور داشت خدا رو. ما هم باید به این باور برسیم تا انشاءالله تمام آتش ها برای ما گلستان بشه. و خدایی که هست برای همه زندانیان سیاسی، همه اونها که عقاید مختلفی دارن، ادیان مختلفی دارن. بله، خدا در وجود همه ما هست، اهم از هر عقیده و مسلکی باشه. و ما در اون لحظات تنهایی صرف همه ما مطمئن باشید که به یک جایی دستاویز پیدا می کنیم. اون دستاویز حالا می تونه اسمش خدا باشه، می تونه هر چیز دیگه باشه. سپاسگزار هستیم خانم ملکی عزیز. اگه نکته ای هست مایل هستید مطرح کنید میشنم. من همون خواسته که داشتم، فکر میکنم که تفرقه واقعا
جز اینکه حاکمیت شیطان رو به دنبال داره هیچ چیزی نیست و وحدت حضور خداست. ما اجازه بدیم خداوند در جامعهمون ساری و جاری بشه. یعنی در این مسیر شما خودی و غیر خودی نمیشناسید؟ نه خیر، نه. سپاسگزارم. خواهش میکنم. با سپاس بسیار از سرکار خانم فاطمه ملکی، همسر آقای محمد نوریزاد، زندانی در ایران که مورد شکنجه قرار گرفته.